تهران سپاسگزاری میکنم، از همه پرستاران عزیز سپاسگزاری میکنم که به استاد گلپا رسیدن. خیلی ممنون. گلپا رو تخت که میشینه، از اتاق عمل که میارنش، میتونه دیگه صحبت کنه. میشینه اولین حرفی که میزنه، ببین چی میگه. از ایران میگه، از وطن ندویهنش میگه، از ایران. گفتم به قلم نام حبیبم بنویس، میدونی چی با رگ جونم زد و رگ جانم زد و بنده به خون ایران را. ما ایرانی هستیم، تو بنسر خودم عمل میکنیم، مردم رو دوست داریم. رفتیم به اوین، ما رو در اوین خواسته بودن. یک آقایی هم اونجا، آقای گیلانی اونجا محاکمه میکرد و یه آقایی هم بود به نام عباس زمانی، البته اونم با امن بود. بعد این یک خاطره است. ما رو که اومدن ببرن تو اتاق که چیز کنن، محاکمه کنن و سوال و جوابی داشته باشیم، من با اون آقای، یه آقای بود که اونجا چیز جزء نگهبانا بود و بادیگارد بود و اینا، اسلحه داشت و اینا، این بچه محل ما بود، مال شهباد. من تشنم بود چون من دیابت داشتم، قند. گفتم من میخوام برم تو صحبت کنم، یه لیوان آب اگه میشه به من بده. محلی نزاشت و رفت. اون آقا از من سوال کرد، سوال ها رو کار کرد از این حرف ها دید. من هم تو ساکت نشسته بودم، چی بگم آخه؟ خب اتفاقات بود که افتاده بود. بعد گفت آقا شما دفاعتو بکن، این آخری دفاعته، دفاع از خودت دفاع بکن، اگه کاری چرفی داری چیزی داری. گفتم نه، من یه بیت شعر برای شما بخونم، شما جای امیرالمومنین نشستی داری حکم میدی. گفت چیه؟ گفتم که من اگر زنده بودم این خط تو میدم یه شاعر خوشخط بنویسه، شما جای امیرالمومنین نشستین بالا سرتون بزنی. اگر نبودم هم که دیگه نبودم دیگه. گفت چیه اون شعر؟ گفتم به قتل چون منی، چون میگو آخرین دفاعت بکن دیگه. گفتم به قتل چون منی گر خاطرت خوشنود میگردد، به جان منت، ولی تیغ تو خون آلود میگردد. من که میرم، تویی که این سر منو بریدی، این خون هر وقت چشت میفته تنت میلرزه. من نکته دیگه که میخوام بهتون بگم اینه که شما به حرف این پدر مادرای خودفروش یادتون نره. تازه نرم اسلام میگفت و سابق برای اسلامیت خودش، حالا ما برای ایرانیت داریم میگیم. این پدر و مادرهایی که سرسپرده تازیان هستن و خود را به تازیان فروختن، 1401 سال ما رو بیچاره کردن، لگد بهشون میزنید هیچ اشکالی نداره. اینایی که نمیان اسم بچه‌هاشون که کشته میشن، زخمی میشن، متجاوز، مورد تجاوز قرار میگیرن، زندانی میشن، گم میشن، نمیدن به ما، شما بچه‌ها بدید. یعنی به من نمیخوام بدین، به سازمان عفو بین الملل جهانی بدین، تو اینترنت پیدا کنید بفرستید، به سازمان حقوق بشر جهانی بدید، رو اینترنت پیدا کنید بفرستید. چون الان اتوماتیک کار میشه دیگه، همه لازم نیست برای سیاوش اوستا بفرستید، یا برای حسین آقای بقال بفرستید، یا برای دکتر فلان بفرستید. اینا همه ایمیلاشون هست، چه هست چه هست، می روی گوگل میزنید، براشون اسما رو بفرستید، اسم و عکسی بفرستید، چون تاثیر داره. شما وریا قفوری عزیزم دیدید از زندان اومد بیرون؟ تأثیر داشت، تأثیر داشت. حتی گفتی این رونقی عزیزم اومد دیدین، تأثیر داشت. با اسمامو بگید، جهان باید بگید. من از اینجام از با جنازه مهسا چه کرد پزشکان و پرستاران بیمارستان که پخش چه کرده برات. حالا ببینین کاری میکنن که این جوان حسین رونقی گریش میگیره. این مهر خانمایی که دارن صحبت میکنن پرستارای اونجا هستن توی بیمارستان. خدا رو شکر خیلی خوشحالیم.
شما اسامی رو بدید به ما، اسامی رو که بدید خیلی مهمه، تأثیر گذاره. الان یک سلحشور از مشهد در خطر اعدام قرار داره، این جوان سلحشور رو و ده ها شخصیت دیگر اسامشون میده، ازشون باید پشتیبانی کنید، اجازه ندید که فرزندان ما موی از سرشون کم بشه، همه رو باید آزاد کنن اینا. و سردار، سردار کیه؟ پهلوان، رستم، قدرت. این کلامی که این توماژ داشت و داره، توماژ کلامش در تاریخ هنر و موسیقی ایران نمونه است. توماژ، توماژ صالحی باید به زودی بیاد بیرون. این قهرمان سلحشوری که هم زیبای اندامش عالی کار کرده، ورزشکار، هم سلحشور در میدان نبرد و تظاهرات حاضر بود، هم خواننده خوب، آهنگساز خوب، هنرمند بزرگ، نمونه یک انسان آریایی است. هر روز اسمشو بیارید، همه جا اسمشو بیارید و بچه‌های دیگه اسمشون رو بدید و بیارید، عکساشون رو مطرح کنید که اینها به زودی به خانه بایستی بازگردن. من توصیه میکنم به نظام پلید جمهوری اسلامی، توصیه میکنم رئیسی، به توصیه میکنم تا بچه ها خشمگین تر نشدن و از این رده ها کاری که دارن میکنن بالاتر نرفتن، نزدن که همه تون نابود خواهید شد، همه بچه های ما را آزاد کنید، همه بچه های زندانیان سیاسی رو که در این تظاهرات دستگیر کردید آزاد کنید. دارن میگن بیگانه، میگن ما سرزمینمون رو پس میگیریم. یعنی چی پس میگیریم؟ یعنی شما اشغالگر اومدی از خود پس میگیره، تو اشغالگر هستی، سید هم تازی، سید هم ما رو زد است، بیگانه هستید اومدید، از دینتون هم بیزار ملت ایران. ملت ایران این نسل نو قدیمی ها نیستن، خاطرتون جمع باشه. وقت بچه ما زندانی میکنید، میزنید، میکشید، تجاوز میکنید. توصیه میکنم بهتون آدم بشید. ما میپذیریم وقتی که شما این جنایتکاران، نه کلن اونهایی که مثل سید هادی خورسندی میشن سیدی رسن، چون میدونستین هادی خورسندی سیده؟ اصلا نمیدونستین. میدونستین ابراهیم گلستان سیده؟ اصلا از استفاده نکرده ازش. محمد رضا علی پیام سیده، یه جا اومده استفاده کنه سید محمد رضا علی، میگه حالو به خودش، میگه من حالو هم، آیا حالو. اینها کسانی هستن، سرحشورانی که افتخار به ایرانی بودنشون کردن. هر کسی به افتخار به ایرانی بودنش بکنه اونجا میتونه بمونه، زندگیشو بکنه، ولی اشغالگرا که اومدن که اجازه ندارن بچه‌ی ما رو بزنن، بکشن، خمس بگیرن، کنیز بگیرن، غلام بگیرن، غلام. این مردم سلحشور امروز رقم تازی رو در تاریخ دارن، برگ تازی رو دارن در تاریخ مینویسن. حالا در رابطه با تجزیه ایران و اینا من به شما بگم، امروز لیستی که ما مدت هاست به عنوان دولت موقت تعدادشون رو فقط معرفی کردیم، حدود 200 نفر بیشتر هستن پیشنهاد شده این اشخاص، خیلی از اینا بیشتر هستن که دیگه توی صفحه جا نمیشده که بگذاریم. اینها همه کسانی هستن که دارن دنیا رو میگردونن، اینها دارن دنیا رو میگردونن از مملکت. اونایی که حالا تو ایران هستن، اینا که از مملکت خارج شدن، پدر مادری خوب و درست حسابی داشتن، اینا رو پرورش دادن، الان در بالاترین پست‌های جهان هستن. یا مثلا بانوانی که اومدن در خارج از کشور تونستن به جایگاه‌های بلندی برسن، اینا کسانی که اکثرشون زندانی بودن تو نظام جمهوری اسلامی شکنجه شدن، عذاب دیدن، اومدن الان جهان رو دارن میگردونن. اینها که دارن جهان رو میگردونن، اینها که به میان خودشون برگردن، همین الان هم اینا به میان پایبندن. اگر استفاده هایی کردن، استفاده کردن که قدرت بگیرن، همه استفاده رو میکنن مملکت خودشون مستقل، آزاد، بدون وابسته، بدون تجزیه حفظ میکنن. این خانم نرگس اسکندری، شهردار فرانکفورت، ما چون پیش از این پخش کردم دیگه تکرار مکررات نمی کنم، در صفحات ما هست ببینید صحبت های دلیرانه زن رو، شهردار فرانکفورت،
شهردار فرانکفورت آلمان، صحبتش گوش کردین؟ صحبتش گوش کردین؟ میگه من از آلمانیا تشکر نمی کنم اگه اومدم اینجا تا شهردارم شدم، چون اینا چه کردن چه کردن چه اینا رو ما داریم، ایران تجزیه میشه، ما این دلاورا رو داریم، دریا صفایی رو داریم. دریا صفایی توی بلژیکه، عضو پارلمانه، میاد صحبت میکنه پاریس جلو برج ایفل، میگه من خواستم باید بیرون کنین این نماینده های جمهوری اسلامی رو. اینا تجزیه میخوام میکنین یا نه؟ تجزیه میخوام میکنن؟ مسعود رئیس پارلمان نروژ هست، شجاعانه اومده تو میدون به علی خامنه‌ای پیغام میده، میگه آلنگ این نیست نوع حکومت، اینو میخوان ایران تجزیه بشه. برای همین عزیزان من، این دولت موقتی که ما معرفی کردیم یه نمونه سمبوله، یه سمبول از نبرده که دنیا بدون شما میره. هر روز بگین ایران تجزیه بشه نیست، ما از این جور آدما تو دنیا داریم. تازه یه چیز دیگه بهتون میگم، چون من بعضی وقتا خیلی چیزا رو بهتون نمیخوام بگم، چون بعضیا جنبشو ندارم. ما به چای میشد گفتیم یارو جنبش نداره، وقتی یارو جنبش نداره از رو حسادت و فلان و اینا و ای کارایی میکنن و بعد نه بعد تفری و پستایی که دارن به مخادره میفته. یکی از کمپانی بزرگ جهانی که الان تو فرانسه جنجال رو انداخته که مشاور میداد به رئیس جمهور، میده هنوز میده به فرانسه رو خیلی از موارد، پروژه بهش میده، مشاوره بهش میده و در سال چند میلیارد دلار فقط پول میگیره، کارمزد دستمزد میگیره این کابینه. اسم کابینه رو بهتون میگم، اسم این تشکیلات هست، تشکیلات کابینه مکنزی. مکنزی فرانسه که هست دنیاست، در سطح جهانه، در سطح جهان مشاوره میده به دولت ها، به فرانسه مثلا مشاوره داده بود. الان یک جنجال را انداختن که این به گونه میخواد، چون این جنجال را افتاده، من میخوام بهتون بگم که چرا جنجال را افتاده، که رئیسش چون یک ایرانی است، رئیسش یک ایرانی است، این رئیس چون ایرانی است و موارد پیش اومد اینا برای که کمپانی رو در بداغولش بکنن، آدم میگن که پولای رد و بدل شده بین مکرون و فلان را ازش کن. ولی خواهم اینو بگم، من خواهم نتیجه گیری خودم بکنم، بهتون بگم که دنیا رو داره ایرانی میگردونه، ما داریم دنیا رو میگردونیم. ایران، ایران وقت تجزیه میشه؟ تجزیه هرگز نمیشه. اگه چهار تا حزب مثلا چهار تا حرف میزنن فلانه که پول بگیرن از عربستان سعودی، من خیلی از اینا رو میشناسم، مثلا یکی از این تجزیه طلبا رو تو حالی که دو تا خیلیشو برمیشستم مثلا برای ما بعضیشون کار میکردن، اینا یکیشون دو تاشون چهار تاشون برای من کار میکردن اینا. یارو اون موقع اگه من $10 یه چلو کباب بهش میدادم، $10 یه چلو کباب بهش میدادم، هر چی میخواستم مینوشت، هر موزه گیری میخواستم تحلیل سیاسی میکرد. یارو که الان خیلی مهمه، تشکیلات داره فلان داره فلان داره، اون موقع برای من وقتی کار میکرد من میگفتم امروز تو رادیو میخوام این کارو بکنیم، امروز تو تلویزیون میخوام این کارو بکنیم، امروز میخوام این کارو بکنیم. من میدونستم تعدیل خودشم چیه، ولی اون میکرد. این تیپان که الان توی شما میبینینشون تو رسانه ها و حرف میزنن و اینا، بعد اکثر اینا هم جمهوری اسلامی تو اینا نفوذ داره خودش، برای که ماها رو بترسونه بگین اینا تجزیه میخوام بکنن ایرانو. اینا رو یادتون نره. شما از کانونهای شورشی که مقتدر هستند و مستقل هستند و امکان داره اصلا دولت‌های دنیا با اینا مخالف باشن. چرا؟ چون این دفعه شما یادتون نره، این دفعه مردم ایران خودشون رو تحمیل کردن. اگر یک ایرانی فرزند دلیر یک گرد یک کرد رفته در فلان کشور رئیس قوی‌ترین حزب شده، فرمانده شده، رئیس شده، نماینده مجلس شده، چه شده چه شده، اون که نرفتن دنبالش بیانش میگن آقا تو بگوشه، اون رفته خودشو تحمیل کرده اونجا، او از هخامنشیانه، او از سرزمین گرد کردستانه، از گرد کردستان، بختیاریه، بختیاریه، آتورپاتیه، آتورپاتی آذربایجانیه، رفته خود Yes.
sir. Yes, sir.